اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ذله به انما یدل علیها ولا تزر وازرتون وزر اخرى و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. گرچه هر عمل اهم از قبیح یا حسن لازمی دارد، لکن این چنین نیست که از نظام علیه ذات اقدس اله بیرون باشد که اثر عمل خود به خود بر عمل مترتب است بدون اینکه خدای سبحان بخواهد یا بتواند، بلکه هر ممکنی در هر حالی وابسته به اراده خدای سبحان است، یا مل واسطه یا بلا واسطه. اگر یک چیزی لازم یک عملی بود، یک شیء دیگر بود، چون لازم اون ملزوم است، به تبع اون ملزوم تابع اراده خداست. و اگر چیزی تابع چیزی دیگر نبود، لازم نبود، بلکه خودش یه وجود جوهری داشت، خودش تابع اراده خدای سبحان است. پس درست است که اعمال لوازمی دارند، اما ترتیب اون لوازم بر این ملزومات از یک سو، تقسیم اون لوازم به صور جسمانی از سوی دیگر، این به عنایت الهی است. لذا تعبیر به الزام فرمود و ما این کار را کردیم. کل و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. مطلب دیگه این که مستقیما نفرمود و کل انسان الزمنا طائره فی عنقه، بلکه به عنوان بدل بعضی از کل یا بدل اشتمال از اول الزام را برده به سمت انسان، بعد فرمود انسان ملزم است که اعمال خود را بپذیرد. یعنی این چنین نیست که این ملزوم مستقل باشد و اگر بخواهد لازم را از خود طرد کند بتواند، برای اینکه ما الزام کردیم این انسان را به اینکه کنار عمل خودش باشد. درست است که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اما ما انسان را ملزم کردیم که مسئول اعمال خود باشد، اعمال خود را ببیند به مانند اون. لذا اگر یه وقتی رحمت الهی یا شفاعت اهل بیت علیهم السلام یا علل و عوامل دیگری وساطت کرد، ممکن است ذات اقدس اله این الزام را بردارد انسان اعمال خود را نبیند، و این کار فقط از ذات اقدس اله ساخته است. تو بحث‌های قبل داشتیم که اگر کسی نسبت به دیگری بد کرد، اون شخص تا یه حدودی میتواند نسبت به انسان تبهکار احسان کند، بقیه یه سلسله رنجهاییست که دامنگیر این انسان تبهکار هست و مقدور اون طرف نیست که این رنج را از او بکاهد. اگر زید نسبت به امر بد کرد، حق او را تضییع کرد، حیثیت او را از بین برد، امر تا چه اندازه میتواند نسبت به زید احسان کند؟ امر مقدور او هست که تمام لغزش های زید را صرف نظر کند، یک، برای کسی نگوید، دو، و نه تنها کاری به زید نداشته باشد بلکه نسبت به زید احسان کند و احسان او را اضافه کند، سه. اینها کارهایی است که مقدور امر است که مظلوم است نسبت به زیدی که ظالم است. اما هرچه این مظلوم نسبت به این ظالم احسان بکند، این ظالم گرفتار یک رنج درونی است، اون خجالت است، اون انفعال است.
از اون مظلوم ساخته نیست که این رنج درونی ظالم را از بین ببرد. چیکار میتونه بکنه؟ هرچه اون مظلوم نسبت به این ظالم احسان بکند، انفعال این ظالم بیشتر میشود. او اگر بخواهد این عذاب درونی به وجدان را برطرف کند، مقدورش نیست. اما چون عمل در درون ذات او حضور دارد، اما ذات اقدس اله این توان را دارد که اگر کسی نسبت به او بد کرد، نسبت به دینش بد کرد، نسبت به مؤمنین بد کرد، بعد واقعا توبه کرد، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا توبه کرد، همه لغزش های او را صرف نظر کند، یک، و او را کیفر نکند، دو، او را وارد بهشت بکند، سه. اما این عذاب درونی او را آیا می شود برطرف کرد یا نه؟ از خدای سبحان برمی آید که می تواند. یعنی انسان تائبی که بد کرده است، معصیت کرده است، عمری را به شرک گذرونده یا عمری را به عصیان گذرونده، حالا که مشمول عنایت الهی شد، وارد بهشت شد، یادش نیست که قبلا تبهکار بود و توبه کرد. وقتی یادش نباشد دیگه انفعالی ندارد، عذابی ندارد. این فقط از خدا برمیاد. انسان تائب اگر وارد بهشت شد، یادش باشد که قبلا معصیت کرده، در برابر دین خدا مقاومت کرده، که اونجا شرمنده است، در حالی که تو بهشت اصلا حزن و غم و انفعال و عذاب درونی نیست، اصلا یادش نیست که معصیت کرده. اون که یادش است فقط خداست که به ما کان ربک نسیا، او که اظهار نمی کند. این که اگر به یادش بیاید رنج می برد و متأثر می شود، اصلا یادش نیست که معصیت کرده توبه کرد، خود را با سایر بهشتی ها یکسان می بیند. این کار فقط از او ساخته است. بنابراین این چه نیست که عمل خود به خود لازم ذات انسان عامل باشد، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد. همون قدرت او، زمام او به دست ماست. ما این عمل را لازم او کردیم یا طوق لعنت او قرار دادیم یا جایزه گردناویز او قرار دادیم. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. و اصلش در سوره مبارکه آل عمران انفال گذشت که فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این آیات تو سوره مبارکه انفال گذشت. فرمود خدا بین انسان و قلب انسان فاصله است. اون چه که در بین خدا بین انسان و قلب انسان فاصله است یعنی چی؟ یعنی قدرت ذات اقدس اله. بین اون مرکز ادراکات ما و خود ما فاصله است. اگر قدرت خدا بین انسان و قلب انسان فاصله و واسط بود و حائل بود، چیزی که حائل است و وسط است به طرفین، از طرفین نزدیکتر است. یعنی اگر ما الف داشتیم و با داشتیم، جیم بین الف و با حائل بود، این جیم به الف از با نزدیکتر است، این جیم به با از الف نزدیکتر است، این حائل به طرفین از طرفین نزدیکتر است. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. قدرت خدا، علم خدا بین ما و دل ما فاصله است. ما قبل از اینکه بفهمیم چی فهمیدیم، او میفهمد، برای این که به دل ما از ما نزدیکتر است. ما قبل از این که بخواهیم تصمیم بگیریم که در دل چه اثر بگذاریم، خدای سبحان قبل از این که قلب ما بفهمد میفهمد، چون قبل از قلب ما، نزدیکتر از قلب ما به ما همون علم خدای سبحان است. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه. اگر این قدرت هست، خب اون چرا که ما در دل داریم او زائل میکرد، نمیگذارد ما بفهمیم. وقتی نگذاشتیم بفهمیم، نگذاشت ما بفهمیم، دیگه شرمنده نخواهیم شد.
لذا تبهکارانی که توبه کردن وارد بهش شدن دائما در سرور لذتن و اصلا یادشون نیست که معصیت کردن. هیچی وقت خدای سبحان نمی گذارد که خود این شخص بفهمد، به طریق اولا نمی گذارد دیگران بفهمد. تو روایات معاد هست که در صحنه قیامت هنوز قبل از اینکه به بهش برن، یک شخصی تو صحنه مصاهر قیامت در میدان صحنه حساب حاضر میکنن برای حساب، پنهان محضرون، تمام اعمال او را به او نشون میدهن بدون اینکه این کسی که در کنار اوست ببیند یا بشنود. این همه حرف ها و گفته ها و سوال و جواب هایی که میشه فقط بین اون حسیب است و محاسب الهی است با خود شخص. کسی که در کنار اوست اصلا نمیبیند و نمیشنود. بسیار خوب. یه وقت است که ذات اقدس اله میخواهد اینهایی که حتی کند حد که حیثیت کند، میفهمد لها خزیون فی الحیات دنیا و فی الاخره، فهمد آوروی اینها را ما در دنیا و آخرت میبریم. این رو تهدید کرده، فهمد اونا که آوروی دین را بردن ما هم در دنیا اونها را مسلوب الحیثیه میکنیم هم در آخرت. لها خزیون فی الحیات دنیا یک و فی الاخره دو. اما اگر نه، کسی نسبت به دین حتاکی نکرده، نسبت به مؤمنین حتاکی نکرده، یک گناهی کرده، این گناه رو بس هیم میکرد که این گناه رو مخفیانه انجام بده. ذات اقدس اله درست است که ممکنه تعذیبش بکند اما آبروی او را نمیبرد، و اگر مشمول عنایت الهی شد خب عفو میکند. ممکن است چون اصل این الزام به دست ذات اقدس اله است. این دونیست که عمل خود به خود چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد لازم ذات کسی باشد. فهمون و کل انسانین الزمناهو طائرهو فی اونقه. حالا اگر یک کسی رو خدای سبحان خاص آبروش حفظ بکند برای اینکه او درست است معصیت میکرد، اما هرگز آبروی کسی را نبرد، آبروی دین را احکام الهی را حد که نکرد، سعی کرد در خفا معصیت کند، خب خدای سبحان تهدید نکرده، نفرمود ما آبروش در دنیا و آخرت میبریم. اما اونایی که نه در صدد حتاکی دین و آبروی مؤمنین و امثال ذالک بودن، نسبت اونها فرمود لهم خزیون فی الحیات دنیا و فی الاخره. نه، اون کسی که وارد جهنم شد او مسلوب الحیثیه است دیگر. ربنا من تدخل النار فقط اخزیته. این اصل کلی است که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران آمده. هر کس که جهنمی است و معنوش رسواست دیگر. اما حالا در برزخ یا در ساحره قیامت، در صحنه حساب، در صحنه تطایر کتب، در صحنه عرض بر کتاب و سنت، در صحنه عبور بر صراط بخواد آبروی کسی رو ببره، اگر این شخص حتاک بود اونجا لهم خزیون فی الحیات دنیا فی الاخره، اگر نبود تو همون روایتی که نقل شده از خدای سبحان آبرو او را حفظ میکنه. خب پس بله، اما این چنین نیست که اینا واجب ازلی باشن، واجب بذات باشن. این علیت را ذات اقدس اله قرار داده. اگر یه چیزی لازم یک ملزومی بود، به تبع اون ملزوم تحت اراده خدای سبحان است. درست است که اینها لازمن، اما هر لازمی به تبع ملزوم تحت اراده ذات اقدس اله است. خب اونها رو ایجاد میکنند دیگر. وقتی که چیزی وجود ندارد اراده میکند او رو ایجاد میکند، اگر چون چه وجود دارد مستورش میکند. اینطور نیست که یک چیزی قاهر بر ذات اقدس اله باشد. هو القاهر فوق عباده. اگر الله خالق کل شیء بر اساس موجب کلیه، طبق این آیه جمیع اشیا مخلوق خدای سبحانند، و اگر مخلوقان هرگز قاهر بر خالق نخواهند بود، تحت قهر و قدرت الهی هستند، ولی یا مل واسطه یا بلا واسطه. به هر تقدیر و کل انسانین
الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. کتابم تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید گاهی نظیر اون چه که در سوره مبارکه حدید آمده است، ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل نبرأها. لوح محفوظ هم کتاب است، بالاترش هم کتاب است، پایینترش هم کتاب است، اون قلم اعلا هم می نویسد، فرشته ها هم می نویسند. حالا گاهی وجود لفظی است، گاهی وجود کتبی است، گاهی آثار دیگری است که اینها کتابند، کلماتند. همونطوری که وجود مبارک عیسی مسیح کلمت الله است، وجود مبارک یحیی کلمت الله است، به وجود مبارک مریم سلام الله علیها فرمود ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. همونطوری که اعیان خارجی کلمات الله هن، اعیان خارجی هم کتاب الله هن. ممکن است که کلمات الهی، ممکن کتاب ها و مکتوب های الهی به صورت وجود لفظی نباشد، به صورت وجود عینی باشد، چه این که در لوح محفوظ این چنین است، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها این چنین است. اگر یه انسان کاملی مثل وجود مبارک عیسی یا یحیی سلام الله علیهما اینا کلمه الهیان، کلمات اللهن، اگر یه سلسله حقایق عینی را کسی بگوید اینا مکتوب الهیان، قلم الهی اینها را نوشته است، این هم درست است. به همون تقریبی که اعیان خارجی کلمات الهی هن. ما نباید توقع داشته باشیم کتابی که در صحنه قیامت گفتن نظیر همین دفترچه هاست، از همین قبیل بود یمکن، از قبیل های دیگر بود یمکن، برای اینکه کتاب در قرآن کریم اقسامی دارد، چون که کلمه و کلام در قرآن کریم اقسامی دارد. پس به نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اگر چون چه کتاب لفظی بود، قرائت کل کتاب به حسب اون با خوندن لفظ است، اگر اون کتاب عینی بود، قرائت اون کتاب عینی به حسب، مثل تکلم، اگر کلام همین این حروف و الفاظ بود، اگر کلام و کلمه این حروف و الفاظ بود، تکلم به این کلمه مناسب با همان است. یه وقت انسان تکلم میکند به کلمه لا اله الا الله، این خب معلوم لفظی است. اما اگر وجود مبارک عیسی کلمه بود، وجود مبارک یحیی کلمه بود، تکلم به این کلمه مناسب با همین کلمه است. این وجود خارجی خوندنی نیست، گفتنی نیست، نه گفتنی است نه خوندنی. اگر چیز عین خارجی بود، خوندن او مناسب با اوست، گفتن او هم مناسب با اوست. اگر چیزی وجود لفظی بود، خوندن او مناسب با اوست، گفتن او هم مناسب با اوست. فهاهنا امور اربعه. ما یک کلمه داریم لفظی، یک کلمه داریم عینی، یک کتاب داریم لفظی، یک کتاب داریم عینی. تلفظ کلمه لفظی مناسب اوست، تلفظ کلمه عینی مناسب خود اوست. تلفظ کتاب لفظی مناسب اوست، تلفظ کتاب عینی هم مناسب اوست. پس اقرأ کتابک برابر اون کتاب است. اگر چون چه اون کتاب لفظی بود، قرائت او هم تلفظ است. اگر اون کتاب عینی بود، قرائت او هم شهود عینی است که گفت بصرک الیوم حدید، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. در بسیار از موارد این هست که من اهتدا فله من ضل فعلیه. اصل کلی را در همون چند آیه قبل همین سوره اسراء بیان فرمود که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فله، که لام لام اختصاص بود. برای اینکه برخی ها وقتی ایمان آوردن یا چارت کار خیر انجام دادن، در صدد منت گذاری هن که یمنون علیکن اسلمو قل لا تمن علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان. اینا دلشون میخواد وقتی کار خیری کردن خدای سبحانه از اینا تشکر کند، انبیا تشکر کنن، خیال کردن اینا دارن منتی بر اسلام و مسلمون ها مینهن. باید این چنین نیست. شما
مثل همون درختی هستید که به پای خودتون آب ریختید. پس من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. این هم نشون میدهد که ما در درون ما چند حقیقت وجود دارد یا چند مرتبه یه حقیقت وجود دارد که بعضی از اونها خود ابتدایی ماست، بعضی از اونها خود میانی ماست، بعضی از اونها خود نهایی ماست. ظلم و عدل، احسان و اهانت، اینها تعدد می طلبد. نمونه قبلش هم که ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون گذشت که بعضی الفاظن که مفاهیم اونها آبی از وحدت نیست، گرچه مستلزم وحدت نیست. مثل عالم و معلوم، عالم و معلوم، عاقل و معقول، این ممکن است که این دوتا مفهوم دوتا مصداق داشته باشد، ممکنه یه مصداق داشته باشد. یه وقت از انسان علم دارد به شجر و حجر و عرض و سما، خب عالم انسان است، معلوم شجر و حجر. یه وقت انسان به خودش علم پیدا میکند، به نفس خود علم پیدا میکند که من عرف نفسه کذا و کذا. اینجا عالم خود نفس است، معلوم خود نفس است. عنوان عالم و معلوم آبی از تعدد یا وحدت نیستند، ممکن متعدد باشند، ممکن واحد. اونجا که متعددن مفهومن و مصداقن متعددن، اونجا که متحدن مفهومن متعددن و مصداقن واحد. اما بعضی از عناوینن که الا و لابد باید متعدد باشن، مثل ظالم و مظلوم. ظالم و مظلوم حتما باید متعدد باشن، زیرا در مفهوم اینها اموری تعبیه شده است که با اتحاد سازگار نیست. زور معناش این است که این اولی که ظالم است یه مرز مشخص دارد، یه حد مخصوص. اون دومی که مظلوم است مرز مشخص دارد و حد معین. این اولی اگر از مرز خود تعدی بکند به محدوده دومی برسد میشه ظلم. حالا اگر ما یک شی داشتیم به نام الف، این الف فرض ندارد به خودش ظلم بکند، برای اینکه یه موجودی حد مشخص دارد. این از حد خودش بیرون نمی رود که به حد خودش ظلم بکند. که پس هر جا کلمه ظلم واقع شد تعدد مطرح است، مثل خالق و مخلوق، علت و معلول، محرک و متحرک و امثال ذلک. شی نمی تواند خالق خودش باشد، می تواند عالمی به خودش باشد. شی نمی تواند محرک خودش باشد، می تواند عالم خودش باشد. در اینجا ظالم و مظلوم هم همینطوره، نافع و منتفع همینطوره، زار و متضرر همینطوره. این که در آیات فراوانی دارد اینا به خودشون ستم کردن، معلوم می شود اون خود نهایی مظلوم است، او به عنوان امانت الله در اختیار ماست. این خود میانی که خود حیوانی است، این به اون خود انسانی که امانت خداست ستم می کند. یه حدی است برای خود حیوانی ما، بهره برداری، زندگی کردن، استفاده از لذایذ طبیعی و مانند آن، این محدوده خود حیوانی ماست. نباید از این تعدی بکنیم به اون خود حیوانی انسانی که امانت خداست و حقیقت الهی است و خلافت الهی تو اون محدوده است، نه این محدوده پایین به اون وحده وارد بشیم. این بود که در سوره مبارکه نساء با سوره مبارکه 8 این دو تا آیه کاملا قابل جمع است. در سوره مبارکه نساء فرمود وقتی سخن از جبهه و جنگ و مبارزه و جهاد فی سبیل الله است، اینا فقط به فکر خودشونن، اهمت هم انفسهم، همه چیز را فراموش میکنن، فقط به فکر خودشونن. تو سوره مبارکه 8 فرمود به این که اینا خودشون را فراموش کردن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را از یاد خودشون برده، اینا خودشون را فراموش کردن. خب این خودی که منسی است با اون خودی که مذکور است که یکی نیست. اینا که اهمتهم انفسهم فقط به فکر خود حیوانی هن. همین که لذت ببرند و بیاساین. اون خودی که منسیست خود الهیست که دفقت و فیه من روحی اونجاست، اینی جائل کفر ارز خلیفه اونجاست، فقط کرمنا بنی آدم اونجاست،
اگه کرامت است، اگه خلافت است، اگه نفخ روح الهی است اونجاست. این مرحله بالا را فراموش میکنن، این مرحله میانی رو متذکرن. هدایت و ضلالتم این چین است، عدل و ظلمم این چین است. اما شما اگر کاراتون رو تنظیم کردید به اون جانتون، اون حقیقتتون که او خلیفت الله است و او کرامت دارد و روح الهی است، نسبت به او احسان کردید، قهرن برکات او هم دامنش وسیع است، به خود حیوانی شما هم میرسد. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. یه وقت انسان میگه که همین الفاظ مجاز است، خب اون یه راه دیگری دارد. اما اگه ما دایی نداشتیم که این الفاظ را بر مجاز حل میکنیم، معنا حقیقی خاص خودشون دارند. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من دل فانما یدل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى. اینا هر کدام یه اصل کلی است، منظر قانون اساسی. یعنی من اهتدا فانما یهتدی لنفسه یه اصل است، من دل فانما یدل علیها اصل است، ولا تزر وازره وزر اخرى اصل سوم است. که بحث مبسوط این جمله در سوره مبارکه انعام گذشتون، همین جمله اونجا گذشت. اما جمله آخر و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این را مستحضرید که در کتاب شریف فن اصول خیلی مطرح کردن در کنار دلیل براءت عقلی که قبح قابل بیان است، این را مطرح کردن. البته عقل میگوید وقتی کسی یه چیزی حسن شد، یه چیزی خیر شد، یه چیزی عدل شد، انجام او مت دارد، ثواب دارد و پاداش خوب دارد و مانند آن. و اگر چیزی ظلم بود و قبیح بود و شر بود، ارتکاب او مذمت دارد، قدح دارد، استحقاق عذاب دارد و مانند آن. مسئله این که آیا خیر و شر ذاتی است یا نه، باید کاملا بحثش با افعال مشخص جدا بشود. عدل همیشه خیر است به ذات، عدل نمیشه یه جا خوب باشه یه جا بد. ظلم همیشه بد است، نمیشه گفت ظلم یه جا خوبه یه جا بد. اما اینا که میگن خیر و شر یا حسن و قبح به وجوه اعتبارات است، درباره عدل و ظلم نمیگن، درباره عناوین اشیا میگن که آیا قتل ذاتن بد است یا نه. اونا میگن به وجوه اعتبارات است، خب حقم با اونهاست. این قتل اگر مجاهد فی سبیل الله کسی را در میدان محاربه به قتل برساند خیر است، کسی را قصاصاً قتل برساند خیر است، مظلوم را قتل برساند شر است. پس به وجوه اعتبارات قتل فرق میکند، و هاکذا ضرب و هاکذا امثال اینا. اما عدل حسن بالذات فی جمیع الموارد به نحو موجب کلیه، ظلم قبیح بالذات به نحو موجب کلیه. افعال و اشیاء عناوین خاصه است که حسن قبحشون به وجوه اعتبارات. حالا اگر چیزی مسلم شد که عدل است، اتیان او مت دارد، ثواب دارد، به جای پاداش است. چیزی مسلم شد که ظلم است، اتیان او قطع دارد، مذمت دارد، به استحقاق کیفر. اگر چیزی رو عقل فهمید که حسن است، خیر است و عدل است، انجام داد ذات اقدس اله به پاداش عطا می کند. چون خدایی را که عقل فهمید، اون خدا حکیم است، عادل است، آگاه است، مهربان است، هرگز اجر محسنان را ضایع نمی کند و مانند آن. و اگر چیزی ظلم بود، یقینا استحقاق این دارد، شخصی که ظالم هست استحقاق کیفر را دارد. این یک. و ممکن است اگر ذات اقدس اله او را کیفر کرد و تنبیه کرد، کار بدی نکرد، این کار ممکن است. دو، اما خدا می کند یا نمی کند، اون دیگه دست عقل نیست. چون او سبقت رحمته و غضبه، ممکن است کریمانه رفتار بکند، عفو بکند. فرمود ما اصابکم من مصیبت فی الارض و فی السماء، رو ما در کتاب قبلا نبرها نوشتیم. و اون چه که ما اصابتکم این مصیبتن فی ما کسبت ایدیکم و یعفون کثیر، این دعای معروف یا من یغفر لیسیر و یعفون کثیر از همین آیه گرفته شده. عقل هرگز حکم الزامی ندارد که ذات اقدس اله الا و لابد این تبهکار را باید تنبیه کند. نه، میگوید این کار قبیح است. یک، کسی که
این قبیح را مرتکب شد، استحقاق قدح و عذاب دارد. دو، اگر ذات اقدس اله او را تنبیه کرد و کیفر کرد، برخلاف عدل عمل نکرده است. سه، اما حتما باید بکند، عقل همچه حکمی ندارد. حتما می کند، عقل همچه حکمی ندارد. اگر خدای سبحان تهدید کرد، فرمود من تبهکار را تنبیه می کنم، خلاف وعید عمل کرد، عقل می گوید کار بدی نیست، خلاف وعید مخالف با حکمت نیست. اگر در بخش حسنات وعده داد نه وعید، وعده را بخواهد عمل بکند حتمی است و خلاف اون وعده مخالف حکمت است و نمی کند. البته یمتنع او عن الله است، نه یمتنع او علی الله. مطلب دیگه این که عقل در مستقلات عقلی که به عدل و ظلم و خیر و شر و حسن و قبح اینا برمیگرده متفاوت. آیات جهنم دو بخش است دیگر. یه بخشش مربوط به خبر است، اونم ما لا ریب فیه. در باره قیامت آیات فراوانی گذشت که در اینا ما لا ریب فیه. اصل جهنم، اصل عذاب، این که کفار به جهنم میرن، تبهکارا به جهنم میرن، اینا خبر است و واقع می شود مما لا ریب فیه. اما وضع زید به خصوصه چه می شود؟ این لست و عدلی ما چه می دونیم؟ این زیدی که معصیت کرد الا ولا بد خدا رو جهنم می برد؟ یا نه ممکن است فرزند صالحی خدا بو عطا کند، جبران بکند، مشمول رحمت قرار بگیرد؟ ما نسبت به زید بیش از وعید نداریم. اما نسبت به اصل عذاب، نسبت به کفار می روند، ظالمین می روند، فاسقین می روند، منافقین می روند، اونا سخن از تهدید نیست، سخن از خبر است. خبر است، این خبرها یقینا صدق است و واقع می شود. لذا تعبیر فرمود مما لا ریب فیه است. خب پس این دو تا بحث است که از هم جداست. در جریان استحقاق البته هست، اما خدای سبحان عذاب می کند یا نه، این رو ما جزم نداریم که زید و الا و لابد به جهنم برد، ولی ظاهرش این است که به جهنم می برد. اونجا دیگه معنی وعده معنی خودش است. اونجا که دارد مخلف وعد نیست، مخلف وعده رسولان نیست، لا اخلف الله المیعاد، اونجا وعد معنی وعد است، نه وعد معنی میعاد. اونجایی که وعد به معنای میعاد است، اونجا تو این آیات نیست که ان الله لا اخلف المیعاد. اونجاها را ذات اقدس اله بر اساس و یعفو عن کثیر احتمال این هست. لذا انسان بین خوف و رجا باید به سر ببرد، ناامید نباید باشه تا آخرین لحظونه. در سوره مبارکه نساء یه اصلی بود گذشت، در سوره مبارکه زمر هم یه اصلی دیگری میاد. در سوره مبارکه زمر اون است که یا ایها الذین آمنوا که اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به عنوان موجب کلیه بیان کرده. اما این موجب کلیه را با توبه بیان کرده به دلیل اینکه در آیه بعد و انیم الیه و اصلی بود. جمیع گناهان عالم با توبه بخشیده می شود. از نظر کلامی، از نظر فقهی حکم خاص خودش دارد که توبه مرتد فطری حکم خاص خودش دارد. تمام مشرکان عالم اگر توبه بکنند، توبه اونها قبول می شود. در صدر اسلام مشرکین توبه کردند و مسلمان شدند دیگه. بسیار از این ثواب سابقه شرک داشتند دیگر. توبه یه اصل کلی است که اگر کسی توبه بکند یقینا بخشوده می شود. این موجب کلی است. در سوره مبارکه نساء موجب جزئیه بیان فرمود. یه قضیه مهمله است که در حکم قضیه موجب جزئی است. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدا شرک رو نمی آمرزد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، با توبه که شرک هم میآموزد، که به دلیل همون سوره مبارکه زهر این همه مشرکین صدر اسلام بودن که توبه کردند و مسلمان شدند دیگه. الیوم هم اگر این مارکسیستا کمونیستا توبه بکنن، توبه اسلام بیارن، مقبول دیگه. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه. بعد این که فرمود به یغفر و مادون زالکه، یعنی مادون شک لمن یشا، یعنی بی توبه، وگرنه با توبه که لمن یشا ندارد، که لکل احد است.
منتها این به نحو قضیه محمل است، به نحو قضیه موجب جزئی است. لمن یشاست، اون من یشا کیه؟ هیچ کس اطمینان ندارد که مورد مغفرت الهی است. انسان چه میدونه که بعدها چه خواهد شد؟ یه فرزند صالح پیدا میکنه، دعای خیر میکنه یا کار خیر انجام میده. لذا همه ما بین خوف و رجا باید به سر ببریم. اونجا که بی توبه است، به نحو قضیه جزئی بیان کرده، لمن یشا. ما هم میدانیم که مشیت او حکیمان است. به هر تقدیر این آیه که دارد به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، محور بحث های اصولی خیلی از بزرگان هست که این همون براءت عقلی را تأیید میکند. یه بیان لطیفی سید در استاد دارد، میفهمد اون براءت عقلی سر جاش محفوظ، اون بحث های اصولی سر جاش محفوظ. این آیه مبارکه، این جمله یه پیام خاصی دارد. یه وقت است میگیم ان الله لا يعذب حتی یبعث رسولا، این لسان لسان همون قوف عقاب بلا بیان است، اما به صورت فعل مضارع نفرمود، به صورت فعل ماضی فرمود یک با کانه منفی دو ما کنا، ما کنا یعنی ما اینجور نبودیم تا حال، این سنت ماست، پس همیشه از گذشته خبر میده، مربوط قیامت نیست. ما کنا معذبین، ما هرگز این چنین نبودیم که ملتی را عذاب بکنیم مگر اینکه رسول بفرستیم. این تعبیر ما کنا هر جا قرآن کریم به این لفظ یا شبیه این لفظ بیان شده، ناظر به عذاب دنیاست، یک عذاب عمومی و استئصال است، دو و از گذشته خبر میدهد، سه و سنت الهی رو بازگو میکند، چهار. حالا این رو ملاحظه فرمایید که این عین همان است که آیگون اصولیگی میکن، یا اون چی که سیدن استاد میفرماید، فرماید این غیر از آن است که اصولیگی میکن. اونی که اصولی میگن سر جاش درست است، با قوپ اقاب بلا بیان هماهنگ است، که اون قوپ اقاب بلا بیان اهم از عذاب دنیا و عذاب آخرت است و این یکی مربوط به عذاب دنیا و عذاب استئصال است. حالا توضیحش برای فردا. الحمدلله رب العالمین.